شاگردای عزیز، دخترها و بچه های خوب، سلام. به امید از اینکه جور و صحتمند باشین درس امروز خود آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس امروز خود آغاز کنیم، یک مرور میکنیم درس گذشته را. درس گذشته ما و شما چی بود؟ انعکاس نور. انعکاس نور عبارت از برگشت اشعه نور بعد از برخورد آن بالای یک سطح میباشه. یعنی وقتی نور بالای یک سطح میتابه، دوباره منعکس میشه، که نمیره به نام انعکاس نور یاد میکنن. خوب شاگردای عزیز، البته درس امروز ما و شما هست قانون انعکاس نور. موضوعش صنف هفتم، مضمون فیزیک، موضوع قوانین انعکاس نور، صفحه شام 65 الی 66. اهدافی که ما در این درس داریم، شاگردان در اخیر درس به اهداف ذیل دست میابند. یک، آشنایی به مفهوم فیزیکی قوانین انعکاس، یعنی قانون انعکاس را شاگردان تعریف کرده میتونند. کسب توانایی حل مسائل این درس. البته در این درس ما چند سوال داریم که اونا توانایی از زیر پیدا کرده میتونن شاگردان که همین سوالات را حل کنن. کسب مهارت انجام تجربه به منظور درک قوانین انعکاس. و البته در این درس ما یک فعالیت انجام میتیم که شاگردان میتونن تجارب خودشان هم انجام بدن و انعکاس قوانین انعکاس نور را درک کنن. خوب شاگردان عزیز، این بود اهداف آموزشی درس ما. البته درس امروز ما گفتیم قوانین انعکاس نور است. شما میفهمید که ما یک جسم زمان دیده میتونیم که نور بالای از او بتابه و بعد از تابیدن منعکس گردیده به چشم ما برسه. آیا شما چی به فکر میکنین شاگردای عزیز؟ آیا رابطه بین نور وارده و نور منعکسه وجود داره؟ اگر وجود داره چی رابطه ای؟ و نور منعکسه به اساس کدام قانون منعکس میشه؟ به خاطر از اینکه این موضوع را شما خوبتر بفهمین و به این سوالا ما جواب داده باشیم، یک فعالیت انجام میدیم. خوب شاگردای عزیز، حال فعالیت انجام میدیم. وسایلی که در این فعالیت ضرورت داریم برتان معرفی میکنم. یک آینه مستوی هست، گروپ لیزر و یک صفحه مدرج یا درجه دار است، دایروی درجه دار. خب صفحه دایروی را روی میز قرار میتیم. بعد از او آینه مستوی را در قسمت وسطش قرار میتیم. دیدین؟ توسط چراغ لایزر به زاویه 30 درجه نور وارد میکنین. این شاگردای عزیز، شما میبینین که به مو زاویه 30 درجه که نور وارد میشه، پس به زاویه 30 درجه منعکس میشه. شما خودتان اگر وسایل به دسترس دارین، میتونین از نزدیک انجام بدین و میتونید بسیار خوب از شای وارده و منعکسه را مشاهده کنید. خوب شاگردان عزیز، از این فعالیتی که انجام دادیم چی نتیجه میگیرین؟ از فعالیتی که شما انجام دادیم دیدیم که نور به زاویه 30 درجه وارد شد و دوباره به زاویه 30 درجه چی شد؟ منعکس شد. خوب اگر شما زاویه را تغییر داده برین و این فعالیت را چندین بار انجام بدیم، یعنی به زاویه 15 درجه، به زاویه 10 درجه، به زاویه 45 درجه، به هر زاویه که شما خواسته باشین، به زاویه 90 درجه تجربه تان انجام بدین، عین نتیجه را به دست میارین که اگر نور به زاویه 90 درجه وارد شد، به زاویه 90 درجه منعکس میشه. اگر به زاویه 45 درجه وارد شد، به زاویه 45 درجه منعکس میشه. پس از اینجا ما از تجربه خودی نتیجه را میگیریم که زاویه وارده مساوی به زاویه منعکسه هست. خوب شاگردای عزیز، حال ما فهمیدیم که انعکاس نور، یکی از قوانین انعکاس نور ای است که زاویه وارده مساوی به زاویه منعکسه می باشه. قوانین انعکاس نور را تعریف می کنیم. انعکاس نور دو قانون داره. قانون اولش میگه که زاویه وارده و زاویه منعکسه با هم مساوی است. که شما هم در تجربه عملا دیدین که در فعالیتی که انجام دادیم، زاویه وارده مساوی به زاویه منعکسه بود. و زاویه وارده را ما به آی نشان میدیم و زاویه منعکسه را به آر. قانون دوم انعکاس نور
میگه که شوهای وارده، شوهای منکسه و عمود نرمال در یک سطح قرار دارن. در شکل شما ببینین آر او شوهای وارده است، او آی شوهای منکسه است، ان او چی است؟ عمود نرمال یا عمود، خط عمود نازم ها میره میگن. پس میبینیم که عرصه ازی در یک سطح قرار دارن، روی یک سطح قرار دارن. این قوانین انعکاس نور بود. همچنان انعکاس نور به دو نوع است یا به دو شکل صورت میگیره. یکی انعکاس منظم است، دیگه انعکاس نامنظم. انعکاس منظم اگر یک دسته شعاع موازی به یک سطح بتابه و سطح صیقلی و هموار باشه، اشعه منعکسه نیز به صورت موازی و منظم انعکاس میکنه. این را ما انعکاس منظم میگیم. میگیم اگر یک دسته شعاع موازی بالای یک سطح بتابه، شعاع منعکسه نیز به صورت منظم انعکاس میکنه. آینه های مستوی، سطح ها و غیره. و وقتی که شعاع منظم بالای یک سطح میتابه، در این صورت از نظر کسی که روی سطح نگاه میکنه، وقتی که شعاعات منعکسه به صورت منظم باشه، سطح جلادار معلوم میشه، شفاف و جلادار معلوم میشه. دیگه انعکاس نامنظم، اگر یک دسته شعاع موازی به یک سطح غیر صیقلی و ناهموار بتابه، اشعه منعکسه به صورت نامنظم منعکس میشه و اینه در شکل شما میبینید که سطح ناهموار است، شعاعات موازی آمده اما پس دوباره به صورت منظم انعکاس نکده، به صورت نامنظم است انعکاسش. و از نظر کسی که بروی سطح نگاه میکنه، اما سطح غیر جلادار معلوم میشه، یعنی شفاف و جلادار معلوم نمیشه. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. به خاطر که موضوع رو شما خوبتر درک کنین، یک مثال در اینجا کار میکنین. میبینین شاگردای عزیز، در اینجا سوال است، گفته یک دسته اشعه روی یک سطح به زوایای مختلف تابیده است، زوایای منعکسه را پیدا کنید. ببینید اینجا به زاویه 35 درجه نور تابیده، نظر به قانون انعکاس باید به زاویه چند درجه منعکس شود؟ آفرین شاگرد عزیز، به 35 درجه. شما اینجا ما به نقاله هم ضرورت داریم. به زاویه 60 درجه وارد شده، شما میفهمید که زاویه وارده، چون در اینجا سطح را ما هموار و صیقلی در نظر گرفتیم، بنان به زاویه 60 درجه چی میشه؟ منعکس میشه. و در اینجا ببینید شعاع عمود تابیده، وقتی که عمود بتابه در این صورت پس دوباره نور به مسیر خودش برمیگرده، یعنی عمودن دوباره منعکس میشه. حالا یک نقاله را میگیریم و زاویه 35 درجه را نشانی میکنیم و زاویه منعکسه را رسم میکنیم. فرض میکنیم که یک سطح هست، سطح صیقلی، یک آینه باشه، فرضاً یک آینه است. اینجا یک عمود نرمال رسم میکنیم، حالا نقاله را میگیریم، زاویه 35 درجه را رسم میکنیم، 35، این زاویه 35 درجه، شعاع وارد میشه و زاویه 35 درجه شعاع وارد شد. با زاویه 35 درجه چی میشه؟ منعکس. این صحیح شد. عمود نرمال رسم میکنیم، با زاویه 60 درجه شستی. خوب شاگردای عزیز، اشکال ما بالای تخت رسم کردیم. حالا شما میفهمین که در شکل اول میبینید که شعاع واردی ما به زاویه 35 درجه بالای سطح تابیده، نظر به قانون انعکاس باید به زاویه 35 درجه چی شود؟ منعکس شود.
چون که قبلا در درس شما خواندی که زاویه وارده مساوی به زاویه منعکس است. حالا در اینجا زاویه 35 درجه را رسم می کنیم. می‌بینیم که زاویه وارده را به چی نشان داده بودین؟ به آی. زاویه منعکسه را به چی؟ به هار. پس آی مساوی به 35 و هار مساوی هم به 35 درجه می‌بینیم. و به همین شکل می‌ایم در شکل دوم. باز هم نقاله را در اینجا می‌مونیم. زاویه 60 درجه را نشانی می‌کنیم. می‌بینیم که زاویه 60 درجه است. کم دقت کنیم که غلط نشه. می‌بینیم که زاویه ما 60 درجه است. این تیر برامون جهتش نشون میده. زاویه وارده مساوی با زاویه منعکسه است. همچنان در شکل آخری شما می‌بینید که نور عمود تابیده. زاویه چند درجه است؟ صفر. پس وقتی که نور عمود میتابه پس دوباره به مسیر خودش منعکس میشه. این البته از خواص طبیعی نور است. وقتی که نور عمودن میتابه بدون انکسار پس به مسیر خود برمیگرده. خوب شاگردان عزیز، یک بار دیگه براتون تشریح میکنم که خوبتر بفهمیم. اینجا یک سطح مستوی داریم. البته شعای نور تحت زاویه 35 درجه بالای سطح میتابه و نظر به قانون انعکاس به زاویه 35 درجه چی میشه؟ منعکس میشه. این شعای وارده و این هم شعای منعکسه. و زاویه وارده را ما با آی نشان میدادیم، زاویه منعکسه را با چی نشان میدادیم؟ با آی. و در شکل دوم شما میبینین که شعای وارده به زاویه 60 درجه تابیده بالای آینه یا بالای همی سطح و نظر به قانون انعکاس به زاویه 60 درجه چی میشه؟ منعکس میشه. این شعای وارده و این هم شعای منعکسه هست. و در شکل سوم شما میبینین که نور عمود تابیده. وقتی که نور عمود میتابه پس به مسیر خودش برمیگرده، یعنی به دیگه طرف نمیره، پس به مسیر خودش منعکس میشه. البته این از خواص طبیعی نور است. نوری که عمود میتابه پس به مسیر خودش منعکس میشه. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. یک بار درس ما را خلاصه میکنیم. ما گفتیم که قوانین انعکاس نور را خواندیم. انعکاس نور دو قانون داشت. گفتن قانون اول انعکاس نور زاویه وارده مساوی به زاویه منعکسه می باشد. قانون دوم انعکاس نور شعای وارده شعای منعکسه و نرمال در یک سطح قرار دارد. و همچنان انعکاس به دو نوع است، یکی انعکاس منظم و دیگر انعکاس نامنظم. هرگاه نور بالای یک سطح هموار و صیقلی بتابه انعکاسش به صورت منظم می باشد و کسی که به او سطح نگاه میکنه او سطح برش جلادار معلوم میشه. و اگر نور بالای یک سطح ناهموار بتابه در اون صورت به صورت نامنظم منعکس میشه که و کسی که به این سطح نگاه میکنه همون سطح به نظرش جلادار معلوم نمیشه. و این بود انعکاس منظم و نامنظم. البته درس امروز ما در اینجا به پایان میرسه و کار خانگی شما هی است که شما به می شکل همی زوایا را تغییر داده و به می شکل که ما رسم کردیم شما به زاویه 45 درجه و به زاویه 20 درجه شعاع وارد کنید و شعاعی منعکسش ترسیم کنید. و برای شما دو سوال کارخانگی در نظر گرفتیم که یک سوال کارخانگی شما هست که به زاویه 45 درجه نور وارد میشه زاویه منعکسش پیدا کنید و همچنان در شکل دوم به زاویه 75 درجه نور وارد شده شما زاویه منعکسه زیرا ترسیم کنین. البته پیدا کنین و همچنان ترسیمش کنین. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. با امید از اینکه شما درستانه بخونین، کارهای خانگیتان انجام بدین و البته درس جدید هم یک مرور کنین. خدا حافظتان تا دیدار بعدی.